سلام، سلام به شما عزیزان در ایران و دیگر نقاط جهان که در این ساعت به تماشای تفسیر خبر از شبکه تلویزیونی ایران فردا نشستید. جمشید شالنگی هستم از استودیوی تفسیر خبر در واشنگتن. با شما عزیزان خواهم بود در ساعت پیش رو. در این شماره از تفسیر خبر میپردازیم به آنچه که در عرصه روابط میان جمهوری اسلامی و غرب به ویژه آمریکا می‌گذرد. چه نقطه نظرهای مشترکی میان اتحادیه اروپا و آمریکا در برابر برنامه اتمی جمهوری اسلامی وجود دارد و اختلافات درونی در حکومت ایران بر سر داشتن یا نداشتن روابط با آمریکا. برنامه اتمی جمهوری اسلامی چه زیانها و یا منافع احتمالی برای ایران و مردم ایران دارد. در پکن در چین کنفرانس اقیانوسیه، کشورهای حوزه اقیانوس آرام و آسیا با همکاری چین و دیگر کشورهای این منطقه چه دستاوردها و پیامدهایی بر سیاست منطقه‌ای مسکو، پکن و واشنگتن خواهد داشت. پرسش ها در این زمینه بسیار است. در نیمه نخست برنامه در میان میگذاریم با آقای حسن شریعت مداری، تحلیلگر سیاسی در هامبورگ آلمان. با شما عزیزان خواهیم بود تا لحظاتی دیگر. سلام به شما آقای شریعت مداری گرامی در هامبورگ. من هم سلام دارم خدمت شما و شنوندگان و بینندگان شما. آقای شریعت مداری، پرسش اینه که مشکل اساسی در بحران، تنش، هر عنوانی برش بدید، میان تهران و واشنگتن رو شما در چی میبینید و این بی‌اعتمادی جاری بین طرفه؟ خب بعد از 30 و چند سال قطع رابطه و دشمنی ایران با آمریکا و اثر متقابل اون در سیاستمدار آمریکا، قضیه به یک بغرنج چند وجهی تبدیل شده که مهمترین وجه بارز اون البته بحران مسئله اتمی است، ولی این تنها وجه قضیه نیست. در حقیقت این خلایی که بعد از سقوط شوروی سابق به وجود اومده هنوز به وسیله کشورهایی که مدعی جایگزینی قدرت ساقط شده منطقه اصلا پر نشده. مدعیان این قدرت در منطقه عمدتا عربستان سعودی، ایران، ترکیه و مصر و ایران میکوشد که در حقیقت سهم شیر رو در منطقه داشته باشه و این سهم به وسیله قرب با آمریکا تایید بشه. آمریکا از لحاظ سنتی نزدیک به عربستان سعودی است، هم پیمان ترکیه در ناتو است، با مصر روابط خوبی داره و از اون طرف دیگه هم با واقعیات موجود این نوع تایید یک طرفه در حقیقت وفق نمیده. در حقیقت ایران با ماجراجویی در منطقه سعی میکنه مقام خودش رو در این ردبندی قدرت در منطقه بالا ببره و تثبیت کنه و از سوی دیگر هم روابط بد با آمریکا، نبودن سفارت آمریکا در ایران، بسته بودن اون که به وسیله تهاجم دانشجویان خط امام در حقیقت برخلاف قوانین بین المللی بسته شد، بغرنج بزرگی است. همه این مسائل دست به دست هم داده و به یک کلاف سردرگمی تبدیل شده که باز کردن اون و در نهایت ایجاد روابط معمولی بین دو کشور سخت، مخصوصا که بدبینی هم بین دو طرف عمیقا وجود. اما این آمریکا ستیزی که عملا به محور سیاست خارجی
جمهوری اسلامی تبدیل شده و در حاشیه‌اش اسرائیل ستیزی، در زمان وجود شوروی، شوروی سابق آغاز شد با گروگانگیری، با پیامدهای گروگانگیری و بقیه مسائل. یعنی این ریشه این آمریکا ستیزی رو شما بخواید ارزیابی کنید در کجا میبینید؟ برخی معتقدن تحمیل شده از سوی چپ ایران بوده به روحانیت شیعه که به قدرت رسید در عملیات گروگانگیری و ادامه اون، مشخصا حزب توده. خب رقابت با چپ و همچنین یادگیری متدهای مبارزه با غرب، متدهایی که شوروی در کشورهای جهان سوم چندین دهه یاد داده بود، تأثیر مهمی در جمهوری اسلامی گذاشت و منکر این تأثیر نمیشه شد. ولی حتی اگر اینها هم نبودن، آقای خمینی مدعی قدرت در جهان اسلام بود و انقلابیون فکر میکردن که با این انقلاب حداقل به زودی جهان اسلام رو به تصرف خودشون در میارن. حتی بعضی هاشون به قدری دیده در حقیقت رویایی داشتن که خودشون رو رهبر آینده جهان میدونستن. مانع اصلی دستیابی به چنین اهدافی رو در درجه اول آمریکا و سپس غرب میدونست آقای خمینی، علاوه بر اون فرهنگی رو نمایندگی میکرد که این فرهنگ خودش رو فرهنگ آلترناتیو یا جایگزین فرهنگ غرب میدونست و این فرهنگ فرهنگ در حقیقت بازگشت به روابط قبیله‌ای و دوران اولیه نشونمای اسلام در شبه جزیره عربستان بود. همه این تصورات یک انگیزه ای رو به آقای خمینی و یارانش میداد که فکر میکردن تا در مقابل غرب نایستن، مورد تایید همفکران خودشون در درجه اول در جهان اسلام قرار نخواهند گرفت و همچنین نخواهند توانست این مانع بزرگ رو کنار بزنند. البته این بلند پروازی ها به تدریج اصلاح شد، به خصوص در شکست بزرگی که در جنگ با عراق داشتن. اون جنگ با عراق در حقیقت نتیجه بلافصل تسخیر سفارت آمریکا به وسیله دانشجویان خط امام بود. ولی به هر صورت نهادهای در جمهوری اسلامی سر برآوردن، به خصوص بعد از جنگ سپاهی مدعی قدرت شد که همه امتیازات خودش رو از این غرب ستیزی میگرفت و هنوز هم میگیره. و بنابراین با وجود اینکه آقای خمینی فهمید که باید جام زهر رو بخوره و این آرزوها به این آسانی به سرانجامی نمیرسه و شاید فهمید که هرگز به سرانجامی نخواهد رسید، ولی موانع به قدری بود که در زمان ایشون این کار نشد. و آقای خامنه‌ای هم که اومد، غرب ستیزی رو محمل خوبی برای تثبیت قدرت خودش و سپاه دید و از اون تا امروز دست نکشیده و هنوز ادامه ده. ببینین وضعیتی که در واقع به یک نحوی میشه گفتش که وضعیت فوق‌العاده یا اضطراری یا امرجنسی ملی که آمریکا در پی گروگانگیری در برابر ایران اتخاذ کرد، باز تمدید شد توسط پرزیدنت اوباما. از طرف دیگه ما میبینیم هم دموکرات ها و هم جمهوری خواه ها هر دو موافق این هستند، هم نظر هستند که باید سیاست بسیار قاطع تری آمریکا در برابر برنامه اتمی داشته باشه. نامه اخیر سناتور مندز و جان کریک هست که مارک کریک هست که امضا کردن، یکی از دموکرات یکی از جمهوری خواه، برای بینندگان من میگم و هشدار دادن به اوباما که باید این سیاست رو پیش بگیره و به یک توافقی که تمام مفاد پیشنهادی رو جمهوری اسلامی باید بپذیره. این رو شما چجور تعبیر و تفسیر میکنید؟ از طرف دیگه جمهوری اسلامی میگه ما حق داریم، ما زیر بار فشار نمیریم. این حرفیست که جمهوری اسلامی میزنه. شما این رو چون این تقابلی رو آیندهش رو چی میبینید؟ آیا نشونه هایی از توافقهای قابل اعتماد میبینید در
آینده این روابط یا این وضعیت؟ بله، اون چیزی که مربوط به حق در صحنه بین المللی، حق در حقیقت یا از مقاومت یا از پیروزی بر مقاومت حاصل میشه و مذاکرات به طور نهفته در پشتش قدرت هایی که مذاکرات رو نمایندگی میکنن وجود دارن. مذاکرات هرچند دیپلماتیک، ولی کشورهای باهوش میدانن که تا کجا میتونن پیش برن و تا کجا زبان دیپلماسی کار میکنه، و کمهوشترها تا اون آخر پیش میرن و بعد جام زهر رو مجبور میشن بخورن. شاید نامه منندس و دیگران در حقیقت این است که چون جمهوری اسلامی زبان زور را از دیپلماسی بهتر میفهمه، باید فشار رو بر دکسر رسان تا به توافق برسید. توافق فقط در سایه نامه نگاری آقای اوباما و آقای خامنه ای و نگرفتن جواب مثبت از او حاصل نمیشه. خب متاسفانه تجربه هم همین رو نشون داده، یعنی تجربه این مدت نشون داده که نه تنها کوچکترین انعطافی از طرف ایران نشده، بلکه ایران دائما وقت گذرونده و صورت مسئله رو خواسته دور بزنه. این که از حق صحبت میکنن معلوم نیست، که حتما میدانن که در صحنه حقوق بین المللی هنوز دادگاهی برای احراز حق وجود نداره و در حقیقت این صحنه مذاکرات دیپلماتیک است که در پشت اون نیروهای طرفین وجود دارن و تعادل این نیروها در اون محل حق رو تعیین میکنه. این رو حتما آقای ظریف، آقای روحانی و آقای خامنه‌ای میدونن، ولی شاید عواقب پذیرفتن پیشنهادهای آمریکا به قدری براشون زیاد هست که سعی میکنن در وضع موجود تا اونجایی که ممکنه به سر ببرن. از سوی دیگر البته این واقعیت است که چون ایران به این نتیجه رسید که تحریم ها به این زودی برداشته نخواهد شد، شاید فکر کرد که توافق در چنین حالتی به این معنی است که هم چوب رو بخوره و هم پیاز و پولی به دستش نخواهد بود، و مهمترین خواست ایران رفع یک پارچه تحریم ها و آمدن یک پول بزرگ به این دستگاه بود که کسری پول داره. بنابراین شاید این هم عاملی بود که مذاکرات رو به نتیجه نرسوند. خب ببینید، در ایران بسیار بر این عقیده هستن که حکومتی بر سر کار هست از جهات شبیه حکومت کره شمالی یا شبیه حکومت بشار اسد در سوریه، براش آنچه که خودش فکر میکنه یا مساله و منافع حکومت براش مهمه و نه مردم اون کشور. بنابراین چه تحریم ها گسترش پیدا کنه، هر اتفاقی بیفته، باز با این حال ادامه خواهد داد این لجاجت اتمی رو. مردم مثل مردم کره شمالی ناچار بشن در مواقعی برای رفع گرسنگی علف بخورن. در کره شمالی اتفاق افتاده، کره شمالی باز حکومتش ادامه داده چالشی یا هرچی که بوده در برابر جهان غرب در مورد برنامه اتمیش. حکومت ایران هم میگن چنینه، خیلی معتقد هستن، بنابراین از جهتی هم درست میگن، راست میگن که تحریم ها روی ما هیچ اثری نداره. برای آقای خامنه ای شخصشون چه اثری داره؟ برای دادرسی رفسنجانی چه اثری داره؟ برای این ملایان شیعه ریز و درشتی که بر تکیگاه های حکومتی نشستن چه اثری داره در زندگی شخصشون؟ بله، تفاوت اینه که ایران به نحوی آموخته که این هنر دیپلماسی و تهدید در منطقه رو با هم بیامیزه و از این کارت ها استفاده کنه، چیزی که شاید کره شمالی به علت موقعیت جغرافیاییش نمیتونه از این کارت ها با این کارت ها بازی بکنه. در نتیجه ایران مسئله پیچیده تری برای غربه، ولی به هر صورت با همه این پیچیدگی ها نهایت امر به اینجا ممکنه منجر بشه که حتی ملایم ترین سیاستمداران آمریکا هم به این توافق برسن که جز زبان زور زبان دیگری در ایران کارساز نیست. البته فعلا این مطرح نیست، فعلا وضع موجود رو میخواهند تثبیت بکنن، در همین وضعیت نگه دارن. آمریکا چیزی از دست نمیده، البته آقای اوباما حتما
یک شکست تاریخی احساس خواهد کرد، ولی منظورم کشور آمریکاست، ولی ایران با ادامه تحریم ها به وضع اقتصادی بدی دچار شده. این که شما میفرمایید در خودشون اثری نداره این صحیحه، ولی خب قشرهایی که به اینها وابستند اکنون نمیتوانند تغذیه بشن و به تدریج تبدیل به ناراضیانی میشن که برای حکومت ناراضی شدنشون مطلوب نیست و بلکه خطرناکه. بنابراین به نحوی موضوع اینها هم هست و اینطوری نمیشه گفت که چون خودشون برخوردار از همه چیزن برایشون تفاوتی نمیکنه. برای زندگیشون شاید، ولی برای بقایشون حتما تفاوت میکنه و ادامه تحریم ها حتما اونها رو در وضع بدی قرار خواهد. آقای شریف نظری، از حرف شما میشه استنباط کرد این رو که این پس حکومت ایران هست که با اون چی که برخی لجاجت اتمی عنوانش کردن ناچار میکنه مسیر گفتگوها رو به خشونت؟ این حرف شما. ببینید، فرصت طلایی به دست آمده، هنوزم دیر نشده که ایران نه به عنوان این نظام بلکه ایران در منطقه وضعیت مطلوبی پیدا کنه و در این خلأ قدرتی که ناشی از سقوط شوروی بود سهم مهمی رو در همکاری با غرب از آن خودش بکنه. این لجاجت این موقعیت رو هم از دست خواهد داد، از بین خواهد برد و آینده هم معلوم نیست. من مطمئن نیستم که غرب بخواد از زور در مقابل ایران به معنی فشار نظامی استفاده کنه، ولی ممکن است که این تحریم ها به جایی برسه که در حقیقت نظام اقتصادی و در نتیجه نظام اجتماعی ایران فرو بپاچه و بعد از اینکه همه چیز خراب شد خب این نظام هم خواهد رفت، ولی لطمه بزرگی به این مملکت خواهد. چقدر اتحادیه اروپا، کشورهای اروپایی در حوزه غرب همراه و همسو با آمریکا هستند در برابر برنامه اتمی جمهوری اسلام؟ ببینید، اگر آمریکا اهرم‌های بسیار بزرگی برای فشار به اروپا نداشت و اگر متحد استراتژیک اروپا نبود، اروپا اون خطری رو که آمریکا حس میکنه برای اینکه در منطقه هم منافع استراتژیک بیشتری داره و هم متحدینی در منطقه مانند اسرائیل و عربستان سعودی داره، اروپا خطر اتمی ایران رو به اون جدیت تلقی نمیکنه و حاضر بود که خیلی راحتتر کنار بیاد و تجارت خودشو بکنه. البته در اروپا یک جریان قوی برای پیگیری حقوق بشر در پارلمان اروپا و در کشورها پیدا شده، ولی همه میدونیم که وقتی تجارت راه افتاد صداهای مربوط به حقوق بشر به جایی نمیرسه یا کمرنگ میشه. بنابراین اون که رفتار اروپا در وضع فعلی میبینید بیشتر ناشی از فشار آمریکا و خواست آمریکاست و نظام جمهوری اسلامی هم چون اینو میدونه دائم تلاش میکنه که سیاست دوگانه ای بین اروپا و آمریکا پیش بگیره و بین این دوتا شکاف بندازه، ولی تا کنون موفق نشد. یعنی میفرمایید این فشار در زمینه برنامه اتمی جمهوری اسلامی هست که از طرف آمریکا بر اروپا است و نه لزوما در مورد حقوق بشر در ایران؟ بله بیشتر در مورد تحریم هاست. در حقیقت بانک های اروپایی جریمه های بزرگی شدند وقتی که خواستن با ایران کار کنند، شرکت های اروپایی در مزان تحریم قرار گرفتند و میدونند که یا باید در حقیقت از بازار آمریکا صرف نظر کنند که بازار بزرگیه و در مقابل بازار ایران ارزش بسیار بزرگتری داره، و یا باید با ایران معامله نکنه، وگرنه شما لیست شرکت های اروپایی رو که دائما در ایران هم و میخوان با ایران معاملات رو شروع کنند اگر ببینید اصلا تعجب میکنید. بیشتر این شرکت ها مذاکرات رو به امید رسیدن به توافق شروع کرده بودند و اکنون البته شاهدم که کار به این زودی به جایی نخواهد. و نشست چین بوده، پکن، کنفرانس کشورهای حوزه اقیانوس آرام و همینطور آسیا، کنفرانس بحث برانگیزی که تعبیرها و تفسیرهای مختلفی داشت، از جمله
یکی دو قدم جلوتر اومدن روسیه به عنوان ابرقدرت نوجوانی در عرصه بین‌المللی و همینطور جلوتر آمدن چین به عنوان یک ابرقدرت اقتصاد. اینجا کمدین‌ها بسیار شوخی هایی داشتن در مورد این به اصطلاح گرم کنی که آقای پوتین بر دوش بانوی اول چین انداخته بود، معانی بیشتر بامزه ای رو از این ساختن. ولی خب به هر حال این همراهی های دیده میشه در عرصه بین المللی دست کم منطقه میان چین و مسکو، فکر مسکو. بله، ببینید اون چه مربوط به چین هست، چین چون یک قدرت اقتصادی بزرگی است و فکر میکنه که تا سال 2020 اقتصاد اول دنیا خواهد بود و همراه هند، نمیخواد هیچ کدوم از امکانات رو از دست بده. یعنی بزرگترین شریک تجاریش آمریکاست کماکان، ولی میخواهد که کشورهای منطقه رو هم در حول و حوش خودش داشته باشه و در حقیقت یک نوع سیاست ریگیونالیسم یا منطقه گرایی همراه با سیاست بین المللیش داره. روسیه هم خب قدرت بزرگی است به یک معنایی و کم و بیش، هرچند نه با ادعای آقای پوتین، ولی جایی رو برای خودش در صحنه بین المللی و در منطقه خواهد داشت. تعادل آینده بیشک تعادلی است که با تعادل امروزی فرق میکنه و ما شاهد یک دوران گذاری هستیم که در اون قدرت‌های بزرگی متولد میشن، قدرت‌های سابق تعدیل میشن و جایگاه جدیدی پیدا میکنن و این مسیر گذاره که همه رو در حقیقت بی تکلیف کرده و جهانی شدن اقتصاد و اطلاعات و فرهنگ در حقیقت امکاناتی رو برای تثبیت قدرت‌های دیگری به وجود آورده که سابق در دست ازشون نبود. این کنفرانس از این جهت مهمه که یک نوع اعتماد به نفسی درش دیده می شد که در کنفرانس های قبلی این اعتماد به نفس وجود نداشت، به خصوص از طرف چین و روسیه این اعتماد به نفس در خود توجه بود و آمریکایی ها هم خوب متوجه این نکته شدن و در مقالات خودتون منعکس شد. خب ببینید، این کنفرانس چند روزی پس از اعلام رسمی نتایج انتخابات میان دوره ای آمریکا برگزار میشه. شریعت مداری عزیز، این که در این انتخابات بینندگان ما هم در جریان هستن که اکثریت مجلس سنا هم واگذار شد به حزب جمهوری خواه، حزب روبروی حزب آقای اوباما. مجموعه کنگره از اولای ژانویه آغاز به کار میکنه، دور جدیدش کنگره که گفته میشه. برای بینندگان من توضیح میدم، مجموعه مجلس نمایندگان هست به اضافه مجلس سنا، این دو کنار هم کنگره آمریکا نامیده میشه. برخی وقتا هم به خود مجلس نمایندگان هم به طور جدا کنگره گفته میشه. به هر حال آقای شریعت مداری، این تغییر تحول در عرصه داخلی آمریکا رو تا چند روز مؤثر بر سیاست خارجیش به ویژه سیاست خاورمیانه و به ویژه تر در مورد ایران میبینید؟ بله، من فکر میکنم که حتی دموکرات‌های کنگره هم بعد از رویکرد اخیر ایران رادیکال‌تر خواهند شد و به مواضع حزب جمهوری خواه در این مورد نزدیکتر، برای اینکه آقای اوباما فقط با یک مجلسی که اکثریت رو در اون از دست داده مواجه نیست، بلکه بیشتر مواجه با این واقعیته که کنسپت یا طرحی برای اون چیزی که در حقیقت اعتبار خودش رو در اون سبد گذاشته بود، اون حل مسئله ایران بود، نداره. همونطور که آقای روحانی هم همه تخم مرغ‌هاشو در این سبد گذاشته بود و اکنون با مخالفت آقای خامنه ای و اینکه آقای خامنه ای در چند روز اخیر در وبسایت خودش نشان داده است که نوشته در حقیقت واضح که همه این مذاکرات تحت نظر اوست و او تعیین میکنه، آقای روحانی هم در وضع بدی قرار گرفته. بنابراین هر دوی این رهبرها چون به هم مربوطه، هر دو عرض میکنم در وضعی هستند که شاید مجبور بشن که مواضع
رادیکالتر و غیر سازنده تری نسبت به قبل داشته باشند و این کار رسیدن به توافق را حداقل در دیدگاه نزدیک بسیار مشکل تر میکنه. البته با توجه به اینکه در جمهوری اسلامی رهبر اصلی آقای خامنه ای هست، آیا واشنگتن متوجه این نکته نشده که رئیس جمهوری در ایران کاری نیست و باید مستقیما با خود آقای خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی وارد مذاکره شد؟ کمان که اوباما مستقیم برای ایشون هست که نامه نوشته، حالا چه پیامدها یا اثری داره بماند. بله خب این رو حتما آمریکا میدونه، ولی با آقای خامنه ای که ایشون سر میز مذاکره نمیشینه که مذاکره بشه. آقای خامنه ای رو میشه محرمانه براش پیغام فرستاد یا نامه فرستاد و حتما یک مذاکرات مخفی هم بین نماینده آقای خامنه ای و آمریکا در عرض این مدت جریان داشته که ما نمیدونیم نتایج اون چیه. شما فراموش نکنید که این مذاکرات اصولا با ابتکار آقای خامنه ای در هنگامی که آقای روحانی نبود شروع شده و آقای ولایتی هم حداقل تا اونجایی که میدونیم یک سفر در آمریکا بوده. بنابراین فکر میکنم که مذاکراتی از نوع دیگر هم که اخبارش کمتر به رسانه ها درز میکنه وجود داره، ولی شاید اونها به جایی نرسیده که این مذاکرات سوری یا دیپلماتیک به نتیجه نرسیده. هر توافقی الزاماً بر پشت میزی انجام خواهد شد که در رسانه ها دیدنی نیست. آقای شریعت به طور مختصر اگه بخواد بفرمایید، چون این تنش و بحرانی ادامهش به سود مردم ایران هست نیست؟ در خطر به هیچ وجه. چرا؟ برای اینکه مردم ایران چی به دست میارن؟ مردم ایران حتی اکثر، حتی اگر دنیا ایران رو مجاز کنه که اسلحه اتمی بسازه، بمبی مثل پاکستان خواهند داشت. یعنی میگن که جمهوری اسلامی، عوض میخوام حرفتون رو قطع میکنم، میگن چیزایی که به دست میارن، چون تا ادامه بفرمایید ممکنه این حرف کهنه بشه، میگن که بعد نه خیلی چیزا به دست میاریم، عزت به دست میاریم، افتخار به دست میاریم، استقلال، ما به هیچ کس وابسته نیستیم، این همه این چیزا، عزت و افتخار و این چیزا رو به دست میارن، اینا کمه؟ ولی خب شعری گفتن و ترجیبندش رو تکرار میکنن. اینکه چرا عزت و افتخار با بمبی که نسل میکشه مربوطه و جهان رو از بین میبره مربوطه، من نمیفهمم. البته لحاظ علمی باعث افتخاره که ایران در وضعیت قرار بگیره که این دانش و تکنولوژی رو داشته باشه، ولی این دانش رو در همه زمینه ها میشه داشت. اینکه انسان خیلی افتخار کنه که اسلحه ای رو داره میسازه که با اون میشه بشر رو از روی زمین برداشت، فقط شاید دستگاه های توتالیتر هم که میتونن انقدر به اون بنازن. آقای شریف نداری، افتخار علمی برای آژانس فضایی اروپا روز گذشته خبر اول همه جهان بود در زمینه علمی. 300 میلیون مایل، یعنی بالای 500 میلیون کیلومتر فضانوردی رو که فرستادن، یعنی سفینه رو که فرستادن سفر کرد. بله البته قابل قیاس نیست با دستاوردهای علمی مملکت ما، ولی خوشبختانه در ایران نسلی به وجود آمده که هم درون ایران و هم بیرون ایران باعث افتخار هست و جدای از این نظام باید به این نسل افتخار کرد که در چنین شرایط بدی این پیشرفت‌های علمی رو داره و وقتی هم پاش به خارج وارد باز میشه میتونه اون رو ادامه بده. متاسفانه این نظام امکانات کافی رو در همه زمینه‌ها در اختیار این دانشمندان نمیگذاره و فقط در زمینه‌های نظامی و رقابت با دیگران است که تحقیقات در ایران وجود داره. بله و متاسفانه دانشمندان، اندیشمندان و عالمانی، عالمان واقعی، نه عالمانی چون آقایون که هستن، عالمانی همچون اردشیر حسین پور دانشمند اتمی هسته ای ایران که به گفته کسان او
و منابع دیگه حاضر به همکاری در جهت برنامه اتمی تولید بمب اتمی با جمهوری اسلامی نشد، خب به قتل رسیدن و میرسن و گناه و این قتل رو هم به گردن اسرائیل یا آمریکا انداختن، هم که باب روز هست. اردشیر حسین همه اینا هست، از امید کوکبی هم نام ببریم، داره بله، امید کوکبی معروف که هنوز در گوشه زندانه و بسیاری دیگر که الان فرصت ذکر نامشون نیست. متاسف. سپاس بسیار داریم و با امید به اینکه روزی ایران بتونه از تمام فرزندان خودش، استعدادها، توانایی‌ها، دانش همه فرزندان خودش در جهت آب و آبادانی و در جهت بهبود و رفاه مردمش استفاده بکنه، امثال اردشیر حسین پورها، کوکبی ها و و و بسیاری بسیاری جوانان ارزنده ایران که در داخل و خارج از ایران همه با یه سر فرازی هستن. با سپاس بسیار از شما آقای شریعت مداری گرام. منم از شما متشکرم. اشاره کردم به آژانس فضایی اروپا و سفینه‌ای که بیش از 300 میلیون مایل رفته و تصاویری رو هم ظاهرا گفته میشه که مخابره میکنه یا کرده و جهانی به چنین وسعت، جاه طلبی در چنین جهانی که این بخشی ازش هست، چقدر اهمیت میتونه داشته باشه؟ جاه طلبی که حکومتیان ایران دارن یا بقیه در این سو آن سوی جهان و همه جاه طلبی هایی که علیه جان انسان و حقوق انسان عمل میکنه، دیکتاتوری. ادامه خواهیم داد تفسیر خبر رو در ادامه برنامه. آقای فرد صابری از استکهلم با من و شما خواهند بود تا لحظاتی دیگه. با من و شما هستن در ادامه تفسیر خبر آقای فرد صابری، تحلیلگر سیاسی در استکهلم، سوئد. سلام به شما آقای صابری گرم. سلام جناب سارنگی، سلام عرض میکنم خدمت شما، به یاران شما در لندن، به تمام بینندگان و به شنوندگان شما در هر جای دنیا که ما رو میبینن. آقای صابری، مذاکرات اتمی جمهوری اسلامی و 5 به اضافه 1 در مسقط هم ظاهرا به جایی نرسید. شما آینده این مذاکرات رو و به نتیجه نرسیدنش رو اساسا ناشی از چی میدونید؟ ببینید جناب چارنگیر، اگه بخوایم نسخه بدیم برای این مسئله یا اینکه تحلیل بکنیم، اگه بخوایم تحلیل بکنیم باید مقداری برگردیم به عقب، به اصلا در کل ببینیم که چرا این مذاکرات رو گذاشتن قبل از انتخابات میاندوری آمریکا در مسقط، به خاطر اینکه بتونه جوابی بده. چون اگر شکست میخورد مذاکرات قبل از انتخابات، هم برای آقای اوباما خیلی بد میشد، هم برای دولت جمهوری اسلامی. از این نظر اگه شما بخواین نسخه‌ای بپیچین یا تحلیلی بدین که بریم جلو که چرا اصلا شکست خورده و چرا این جلو نمیره، این مذاکرات به خیلی کند جلو میره، دلیلش اینه که آقای اوباما متاسفانه دائم در حال ترس پای میز مذاکره میره. یعنی همش احساس میکنه که اگر من آوانسی به جمهوری اسلامی ندم، جمهوری اسلامی از روی میز مذاکره بلند میشه. به اینو طرف مقابل یعنی جمهوری اسلامی فهمیده، به خاطر همینه دائم جمهوری اسلامی هی شرط و شروط میذاره و میاد جلو. شما میبینید که در همین روزهای گذشته دوباره آقای خامنه‌ای شرط و شروط گذاشتن و بازی‌های خودشونو میکنن. یک روز هم اومدن گفتن آقای ولایتی قرار شده به عنوان دفتر رهبری برای مذاکره بره، بعد روز بعدش خبرنگاری‌های ایران دوباره گفتن نه درست نیست. یعنی از این بازی ها جمهوری اسلامی میکنه، ولی شکست اصلی شما این مذاکرات اگه نگاه بکنید اینه که همه برمیگرده به یک سیاست کلان غرب و به این سیاست کلانی که
نتونسته تا الان اون اقلیت های اون پوانایی که میخواد سر مسئله اتمی از جمهوری اسلامی بگیره. تا همین چند روز پیش شما دیدین کنفرانسی در لندن بود که آقای رئیس انرژی هسته‌ای گذشته ایایا در اونجا بودن، آقای هانن اونجا صحبت کردن و خیلی گسترده و خیلی شفاف صحبت کردن که جمهوری اسلامی شفاف نیست در مسئله اتمی خودش، به چند تا پاراگراف اونجا اعلام کردن که شفاف بود که جمهوری اسلامی اجازه نمیده جاهایی که بازرسان میرن در ایران برن از اونجا بازرسی کنن. فرد عزیز ببینید، خیلی خوب، جمهوری اسلامی این حرف تازه‌ای که نیست که، سالهاست دارم میگن در مورد برنامه اتمی شفاف نیست با پنهانکاری هایی که کرده، بیش از 10 ساله 15 ساله این حرف رو میزنن و اقداماتی رو انجام دادن که دودش بیشتر از هر کسی و پیش از هر کسی به چشم مردم ایران رفته و زمینه بهره برداری حکومت ایران رو هم فراهم کرده که هر ندونم کاری خودش رو، هر سوء مدیریت رو بندازه به گردن تحریم ها و بقیه مسائل. این رو تا کی میشه ادامه داد؟ این راه حلی برش پیدا کرد؟ آیا نقطه پایانی میشه بر این مذاکرات اتمی تصور کرد یا نه؟ الان 24 یا 25 بعد شکست نوام، بعد دوباره تمدید و بعد همینطور دلبر جانان من برده دل و جان من. بفرم. ببینید جناب شلنگی، من فکر میکنم شخصا که جمهوری اسلامی با این اوضاعی که الان داره و پای میز مذاکره هستش، اوضاع میتونم بهتون میگم که خیلی فرق کرده. یعنی بعد از این انتخابات میان دوره‌ای، بعد از دوستان آمریکا در منطقه مثل سعودی، مثل اسرائیل و مثل مصر، اینها هشدارهایی هست که به آمریکا داده شده و آمریکا متوجه شده که سیاست آقای اوباما در این چند سال و مذاکرهش در این چند سال هیچ نفعی نداشته. به خاطر همین هم که مردم آمریکا یه همچین رأی دادن که حتی دموکرات ها و هم جمهوری خواه ها رأی دادن به این وضعیت در داخل آمریکا که شما میبینید. ببینید، ولی باید برگردیم مقداری به عقب جناب چالنگی. ببینید، یه پیشفرض هایی اگر بر اساس پیشفرض ها نگاه بکنیم، یک سیاستی در 10 سال 20 سال گذشته بوده و این پیشفرض این بوده که جهان یک قطبی شده و به خاطر یک قطبی بودن آمریکا هر تصمیمی که میخواست بگیره سر مسئله ایران و سر مسائل مثلا سوریه، اگه شما نگاه بکنید، با روسیه و چین مذاکره میکرد و بر اساس اون میرفت سیاست خودش رو جلو میبرد. یعنی سیاست چی؟ یعنی سیاست پاپلش دموکراسی، بر اساس پاپلش دموکراسی میرفت جلو و نشون داد از سال پیش تا الان، نشون داد مخصوصا سال پیش سر مسئله اوکراین، سر مسئله سوریه، نشون داد که این سیاست سیاستی نیست که جواب بده. به همین خاطره که شما نگاه میکنید افرادی مثل این خانومی که جدیدن جانی اورنز فکر میکنم باشه که سرهنگ قبلی در جنگ عراق بوده، ایشون رأی به سزایی میاره که حتی دموکرات ها، حتی آقای اکسل راد که مشاور استراتژی آقای دوره اول آقای اوباما بوده، از ایشون پشتیبانی میکنه. این دلیلش چیست؟ دلیلش اینه که این سیاست سیاستی نیست که بتونه سیاست پیشرو باشه. به همین دلیل الان زمزمه هایی هست در آمریکا و حتی در اروپا که سیاست باید عوض بشه و باید سیاست بره به طرف سیاست ارزشی، ارزشی دموکراسی. یعنی شما غرب، یعنی هم سیاست خارجی آمریکا رو شما میفرمایید و هم سیاست خارجی اتحادیه اروپا رو، بره محورش این باشه که ارزش‌های دموکراسی در این سیاست خارجی بیشتر مورد توجه باشه، به خصوص در خاورمیانه یا همه دنیا.
ببینید در کل دنیا مخصوصا در خاورمیانه، چون هیچ جای دنیا این کره زمین به این اندازه که امروز اختشاش در خاورمیانه هست نیست، عملا خاورمیانه در هم ریخته است. شما امروز میبینید و یکی از مشکلات اساسی که بحث میشه اگه شما بحثا رو در آمریکا نگاه بکنید بین تحلیلگران مختلف، شما میبینید که آمریکا تمام دوستای خودش از دست داده، یعنی نمیتونه تشخیص بده بین دوست و دشمن. از طرف دیگه اتحادیه اروپا از اونجایی که هیچ موقع سیاست استراتژی بیرونی نداشته، همیشه سیاست استراتژی اتحادیه اروپا داخلی بوده، یعنی بعد از جنگ جهانی دوم اگه شما نگاه بکنید اتحادیه اروپا هیچ موقع سیاست‌های استراتژی بیرون از خودش نداشته، همیشه داخل خود اتحادیه اروپا بودن، با همدیگه داشتن. سر مسئله اقتصادی آره، جایی که آمریکا احتیاج داره اتحادیه اروپا کمک میکنه، بایکوت میکنه. سر همین مسئله اوکراین که شما دیدین واضح بود، به نشون داد. سر مسئله داعش به همین صورت، سر مسئله ایران هم به همین صورت. ولی کل کن مسئله را اگه شما نگاه بکنید اینه که این سیاست ارزشی امروز داره زمزمه میشه، یعنی این سیاست، سیاست دیروز هم نیست، این سیاست زمان آقای ریگانه، یعنی ریگانست بهش میگن. یعنی این خانم جانی آرتس هم که الان اومده این بحثا رو عنوان کرده، دقیقا سر این مسئله عنوان کرده که آقا مسئله ارزش بس چی؟ آمریکا کشوری است که دموکراسی دنیا در نهفته شده و ما باید نمونه باشیم، ما باید سیاست ارزشی رو ببریم جلو. حتی ما سیاست ارزشی رو فرض بکنیم بردیم تو خاورمیانه، خیلی خوششون نیومد، نیومد که نیومد. شما نمیتونید دوستای خودتون رو پشت بکنیم بهش و برین دشمنای خودتون بشینیم باش مذاکره بکنیم. ببینید شما همین سیاست، حالا میریم بس به جای دیگه میره، منتظر همین سیاست ارزشی به گفته شما وقتی بهش اشاره میکنید که محورش دموکراسی باشه، با همین چنین سیاست دموکراسی بود که خیلی ها متهم میکنن جیمی کارتر رو که باعث شد دوستان آمریکا مثل محمد رضا شاه پهلوی پادشاه فقید ایران رو از دست بده، و چنین سیاستی بود که کسی مثل خمینی رو بر سر کار آورد و انقلاب رو، و در زمان آقای اوباما هم باز دوستان آمریکا مثل مبارک رو از دست بدن، و همینطور کسانی که به هر حال در زمان بوش به نحوی، حالا اون سیاست دیگه ای بود، کسانی مثل صدام حسین که هیچ مشکل عمده ای با آمریکا نداشت و و بقیه مسائل اینا هم هست. گفتم خدمت شما، یعنی اگه شما یه مقدار مسئله رو باز بکنید، به صورت کلان نگاه بکنید، بازم میرسید به همون پیشفرض هایی که جهان یک قطبی شده، یعنی زمان آقای کارتر این قدم اینا برداشتن که جهان باید یک قطبی بشه، جنگ ستارگان که آقای ریگان عنوان کرد و همینجوری سلسله مراتب اومد جلو که بعد جهان یک قطبی شد، یعنی شوروی سابق فروپاشی کرد و روسیه جاش گرفت، و به همین دلیل اینها تمام تصمیماتی که تا این سالا خواستن بگیرن به خاطر همین اول رفتن با روسیه به چین نشستن مذاکره کردن. سر مسئله تسهیلات کشدار جمعی رو نگاه بکنین در سوریه، رفت نشست آقای اوباما با روسیه صحبت کرد. سر مسئله اتمی ایران دائم با روسیه مذاکره میکنه، با چی مذاکره میکنه؟ خب نشون داد الان سیاست یک سال پیش تا الان اون سیاست دیگه جواب نمیده، یعنی اون سیاست نشون داده که مردم آمریکا یعنی عملا جواب خودشونه دادن که آقا از این سیاست ناراضی هستن و این سیاست جواب نخواهد داد. اینا به همین خاطر سیاست ارزشی خیلی پررنگ شده و به این طرف داره جلو میره که سیاست ارزشی رو بیشتر پروبال بهش بدن اینا. و میبینین که تینک تنک هایی که در آمریکا هستش دائم داره سر این مسئله صحبت میکنه. من شنیدم همین دیروز دوباره یه دوئل سیاسی رو دیدم که روی این سر مسئله ارزش های دموکراسی در غرب داشتن صحبت میکردن. البته من یه توضیح فقط بر بینندگان بدم، آقای صابری حتما در جریان هستن که علت شکست حزب دموکرات آمریکا در انتخابات میان دوره‌ای از طرف بسیاری بسیاری از ناظران در خود آمریکا، از طرف هر دو حزب تحلیلگران، بیشترین علت شکست یا عدم موفقیت برنامه
اوباما بوده، پرزیدنت اوباما حزب دموکرات بوده در مسائل داخلی. دو مسئله عمده، یکی اوباما کر بود، مسئله بهداشتی و پزشکی، وعده هایی که اوباما داده بود، برنامه ای که داشت، احتمالا میتونست در اجرای کاملش برنامه خوبی باشه اما موفق نشد. و دوم مسئله مهاجرت بود، مهاجرین، طرحی که حزب دموکرات به خصوص پرزیدنت اوباما داشت. و همیشه این نکته بسیار مهم بوده در انتخابات مجلس و ریاست جمهوری آمریکا. افکار عمومی آمریکا بر اساس سفرهشون قضاوت میکنه و مسائل داخلی آمریکا چه اندازه این رئیس جمهور تونست برای ما درآمد بیشتری، بهداشت بیشتری بیاره یا نه، این معیار اصلی است. هر از چندگاهی سیاست خارجی آمریکا هم به یکی دیگه از عوامل مؤثر در صندوق‌های رأی تبدیل میشه، مثل الان سیاست خاورمیانه‌ای پرزیدنت اوباما هم از مواردی بود که مورد سوال و مورد انتقاد بسیار زیاد، نکته‌ای که آقای صابری بهش اشاره کردن. یعنی پس از مدت‌ها، یعنی از زمان رونالد ریگن تا امروز، به این شدت سیاست خاورمیانه‌ای مورد بحث نبود. یعنی از زمان کارتر، که انتخاباتی که به آمدن ریگن منجر شد، که چون گروگانگیری بود در ایران. برحال آقای صابری عزیز، تا چند از اون وقت چون این سیاستی میشه به موفقیتش امیدوار بود؟ سیاست خارجی آمریکا، اتحادیه اروپا، که محور اون توجه به نقض حقوق بشر هست در کشورهای منطقه دوچار دیکتاتوری هست. ببینید جناب چلنگیر، جدیدن یک تئوری اومده در خود اتحادیه اروپا، داره بحث میشه جنوب به شرق اروپا، یعنی که تمام اختشاشاتی که در منطقه میشه، مردمان این کشور اگه طرف بعدش نگاه بکنیم که اقیانوسه، راهی نداره، میمونه جنوب به شرق، یعنی میناب، اسمش رو گذاشتم میناب، یعنی میدل ایست نورد آفریکا. این میناب خود ما نیست؟ نه نه جناب سمنگی، این میناب اسمش رو کوتاه کردن به نام میدل ایست نورد آفریکا. شما این میدل ایست نورد آفریکا رو اگه نگاه بکنید، هم از طرف میدل ایست هم از طرف نورد آفریکا، مردمانش به خاطر فشار جنگ، به فشاری که درشون هستش، شروع کردن پناهنده شدن به کشورهای اتحادیه اروپا. خب این اصلا سیاست خوبی نیست که تو همش سیاستی داشته باشی که سیاست مستاجری باشی، اینا یعنی سیاست مستاجری داشته باشی. به همین دلیله این سیاست الان اینا عنوان کردن که کشورهایی که در اونجا اختشاش هست، مثلا داعش در اونجا الان اختشاش کرده، روسیه اونجوری، سوریه اونجوری، از اون طرف عراق اونچنانی، از طرف دیگه مال خود اونم که دیگه در عرض این چند سال داریم میبینیم که دائم همش داره فرار میکنه از اون کشور. اینی که یک سیاست درست باید در اون منطقه به جلو بره. به همین دلیلی که الان این بحث سیاست ارزشی رو اینا عنوان کردن که آقا شما باید با کسایی بشینین دیالوگ کنین، با کسایی بشینین بحث سیاسی بکنین، به کشورهای اونجا رو سامان بدین و از اون حالت اختشاش در بیارین که سیاست ارزشی رو واقعا براش ارزش قائل هستن. نه اینکه از به خاطر اینکه اینها سیاست های ارزشی غرب قبول ندارن، بس من برم بشینم با همچین آدم هایی، مثلا نمیدونم بشار اسد، مثلا نمیدونم جمهوری اسلامی، یا مثلا نمیدونم صدامی که حالا رفته به جاش مثلا آدم های دیگری اومدن، که برم بشینم با اینا صحبت بکنم. یعنی اون سیاست دوست و دشمن باید اینجا مشخص بشه که دوستی که دشمن نمیشه که شما با سیاستی جلو بری که دوستان خودتو پشت بکنی و دشمنان خودتو بغل بکنی، به خاطر اینکه پیش‌فرضت این شده که دنیا یه قطبی شده و من داره به این پیش میرم و تمام سیاست‌های ارزشی غرب زیر سوال بره اینا. یعنی الان آقای صابری، این فرمایش شما مخاطبش سیاست مداران یا سیاست گذاران غرب هست، اما برمیگردیم به خود خاورمیانه. اگه مسئولان در اونجا بگن که گفتن، اساسا به شما چه مربوطه نقض حقوق بشر؟ ما قوانینمون این هست، قوانین ما قصاص هست، دست میبریم، قوانین ما
جوانان رو به همین شکلی که میبینید در خیابان ها میگردونیم، علف به خوردشون میدیم، اگه یه جرمی چیزی مرتکب شدن چشم در میاریم، نمیدونم همین کارهایی که کردن تا الان. این همه وکیل در زندان داریم برای بر قوانین خودمون، اونورم اگه داعش به اصطلاح نسخه اهل سنت یا سنی حکومت فقیه اون هم چنین میکنه، بازم میگه آقا اینم شریعت استنباط ماست از شریعت و قوانین ماست. به شما چه مربوط؟ با آقای جک جونز یا جیم جکی که در این برون نشسته؟ ببینید جناب چرنگی، درست میگه شما، ولی بازم برمیگردیم. نه من نمیدونم درست میگم یا نه، من حرف بقیه آقایون رو مطرح میکنم در تهران و جای دیگه. کاملا شما درست میگین، ولی باید بازم باید فرق گذاشت. شما درست اشاره کردید، شما اگه برگردیم ببینین آقایونی که شما گفتین تو خاورمیانه میگن آقا به شما مربوط نیست، ما داریم میریم، نمیدونم ما قوانین خودمون رو داریم، قوانین شریعه داریم یا قوانین سنی ها رو داریم و میخوایم از این کارا بکنیم. اونها دقیقاً کسایی هستن که دشمن سیاست های ارزشی هستن، اونها بر اساس سیاست های ارزشی جلو نمیرن. اگر اینجوری باشه اینو آمریکا و غرب فهمیده که دنیا هرج و مرج خواهد شد. یعنی هر کی در یک کشوری میتونه با اسلحه بره مردمان خودش رو. چرا هرج و مرج میشه؟ آقای اوباما شما نامه نوشته برای رهبر یکی از حکومتایی که این چنینه. بله. چه بنابراین از نظر آقای اوباما ممکنه هرج و مرج نباشه، بگه آقا ولی یه عده‌ای هم مثلا ادوایزر نصیحت کنن، توصیه کنن، مشاور میگن فرهنگ اون ملت ها اونجا اینه، شما ول کنین. بله همون ادوایزرهاش که بهشون چیز دادن، مشاوره دادن، شما دیدین که همون ادوایزرها حتی خودشون هم متوجه نیستن که چه ادوایزری داره میدن. با آقای اوباما ادوایزر دادن آقا از اونجایی که ما رفتیم در عراق، ما رفتیم در لیبی، خوب سوریه هم رفته در اوکراین، ولی اینو هیچ موقع نمیان صحبت بکنن که آقا آمریکا کی کشور عراق رو گرفته، کی رفته کشور لیبی رو گرفته، ولی روسیه رفته خاک کشور اوکراین رو زمینه کرده. یعنی این مشاوراست که اشتباه، به خاطر همین سیاست آقای اوباما امروز به شکست پیوسته. این که از دلایل مهمش هستش اینا که سیاست آقای اوباما نتونسته جلو بره. یعنی به صورت اینکه خلاصه بخوام بگم، به دوستان خودت پشت کن، دشمنان خودتو بغل بکن و از این تنش کاهش بده. در صورتی که شما دیدی نه تنشی کاهش اومد، نه اینکه دوستان خودش هم از دست داد. شما ببینید الان مصر، اسرائیل که بهترین دوست آمریکاست، عربستان سعودی که بهترین دوست آمریکاست و خیلی کشورهای دیگر در منطقه، اینها همه ترسیدن به اینا از سیاست آمریکا، چنان همچین دلشاد نیستن بعد از این همه مشکلاتی که ایجاد شده. اینا ببینیم مسئله فقط مسئله منافع شخصی که نیست که آقا من بفروشم، من فقط وسایل خودم رو بفروشم و بقیه دنیا رو ولش کن، فقط خودم رو داشته باشم. خب اگه اینجوری باشه میشه قانون جنگل، هر کسی اسلحه برمیداره یه کشور میگیره به توش مستقر میشه و مردم خودش رو به اسارت میگیره، مردم اون کشور رو به اسارت میگیره. همینجوری که کشور ما به این صورت شد، همینجوری که الان شما داری میبینین در سوریه شد. من همین الان خوندم که آقای اوباما گفتن تا زمانی که بشار اسد نرود داعش از بین نخواهد رفت. خب این معنی این حرف چیه؟ یعنی خود آقای اوباما هم امروز فهمیده، یعنی بعد از این انتخابات این زنگ خطر رو به آقای اوباما دادن. سپاسگزارم از این بحث، بسیار طولانی، حتما ادامه خواهیم داد در برنامه‌های آینده. در همین زمینه من اشاره میکنم به مطلبی که من در وبسایت گویا منتشر کردم در همین زمینه روابط آمریکا و ایران هست، امیدوارم فرصت دیدن این مطلب رو داشته باشید. حتما این بحث رو، ایران و غرب، بحران میان، تنش میان جمهوری اسلامی و آمریکا، به سود کیست، به زیان کیست، در برنامه های آینده حتما باز هم در این زمینه سخن خواهیم گفت. سپاسی دوباره از آقای فرد صابری گرامی، با سپاس. تشکر میکنم جناب چرنگی از شما و همکاران شما و بینندگان شما که ما رو تا این لحظه تحمل کردن، نگاه کرد. باعث خوشحالی ما و مطمئنم بینندگان ما. با ما در ارتباط باشید با صفحه فیسبوک من، حتما میتونید در ارتباط باشید، پیام های خودتون رو بفرستید، بازتاب خواهیم داد در تفسیر خبر از ایران فردا.
به پایان این برنامه تفسیر خبر میرسیم با آرزوی فردایی بهتر. با برآمدن آفتاب از فرازه البرز سندو سبلان کوهساران دلهو کوهساران درک تفتان آسماری و کوهساران زگرس و تابشان بر فلات ایران زمین. روزگارتان خوش، تندرستیتان پایدار باد.